بسیار زیاد خوش آمدین دکتر سیم. تشکر میکنم. سلام عرض میکنم خدمت بیننده های محترم تلویزیون وطن. سپاسگزار هستیم. برای بیننده های عزیزم بسیار خوش آمدید میگم، برای شما همچنان بسیار خوش هستیم که امروز سر یک بحث بسیار اکادمیک و علمی دکتر سیب صحبت میکنن. اینا یک رساله را به چاپ رساندن یا نشر کردن در جستجوی نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمدتا برای افغانستان. در این رساله که بسیار ارزشمند و علمی که اینا نوشته کردن، تحلیل های بسیار جالب دارن، بخصوص بعد از جنگ دوم جهانی سر نظام های لیبرال دموکراسی غربی، سر نظام های سوسیالیستی، تناقضات از اینا، نتایج از اینا، نتایج رقابت ها در شرایط جنگ، بالاخره سر وضعیت کنونی جهان. و چیزی بسیار جالبه که در این رساله هست، تحلیل بسیار عمیقی که دارن که یک بدیل نظام های لیبرال دموکراسی و بدیل نظام های سوسیالیستی بر زندگی بشریت، که چگونه نظام ها جامعه بشری به سوی رفاه و ترقی میکشانه، چگونه نظام ها هم دموکراسی رو مراعات میکنه، هم رفاه و پیشرفت و ترقی و آبادانی کشورها رو به وجود میاره، تجربه از سالهای 1970 به بعد چگونه است تا کنون. در مقابله با این نو نظام، کشورهای ظهور کردن که در اون نظام های سوسیال دموکراسی طرف استفاده کردن، تطبیق شد. کشورهای اروپا شمالی، دنمارک، سویدن، نروژ، هلند، تا حدود آلمان، حتی انگلستان، استرالیا، نیوزیلند، این کشورها نظام های سوسیال دموکراسی را تطبیق که در او دولت ها کوشیدن از طریق سیاست های مالیاتی، از طریق با معرفی مالی مترقی یا از سرمایه‌دارای بزرگ مقدار زیاد پول بگیرن و این را به جامعه تقسیم، در بدل از خدمات معرف در جامعه مجانی توزیع کنن، خواست خدمات صحی را یک بیمی صحی مجانی را بر مردم فراهم کنن، حقوق کمترین حد اقل حقوق بر جامعه خود در مزد تعیین کنن و این کشورها امروز از لحاظ اندکس بهبود وضع اجتماعی و وضع زندگی در بلندترین سطح در جهان قرار دارند. کشور نروژ در نمبر درجه اول است در دنیا، همچنان همیز کشور را قبل نام گرفتم، یا به ترتیب در از لحاظ وضع زندگی و رضایت مردم از وضع زندگی خود در معیار بسیار بالا قرار. خب ما عرض ما این بود که در زمانی که ما در جریان های روشن فکری در افغانستان جریان داشت، در او تبلیغات صورت می گرفت که از نظام های مختلف تبلیغ می شد، از جمله یکی هم اقتصاد و نظام اسلامی بود که مزایای زود ما از احزاب اسلامگرای که در اون زمان البته برنامه سازمان جوانهای مسلمان یاد می شد که اشخاص مثل گلبدین حکمتیار و ربانی و نیازی و غیره در او شامل بودن و روزنامه بود برنامه گهیز که ایره نشر می کرد نظریات یاره و در او البته از اقتصاد اسلامی صحبت می شد و عدالت اجتماعی را در اقتصاد اسلامی می دیدن. من کوشش کردم که چیز من خواندم از این مردم در مورد مبانی اقتصاد اسلامی، اساساتش چیست، اما من کوشش کردم جستب گرفته از مطبوعات مختلف، از نوشته های مختلف در سطح جهانی، شورای مختلف و بعضی کسایی که کوشش کردن اقتصاد اسلامی را فرمول بندی کردن و کنن و در یک مدل اقتصادی ایرا عرضه کنن. من ایرا کوشش کردم که ایرا زیبنم که چی نوه اقتصاد
اسلامی چی اساسات داره. بله بسیار معذرت دمی قسمت صحبتتان یکی از جهات اقتصاد بزرگی که در جنگ و در پشت سر جنگ وجود دارد در پولی اعمال را که مثلا مجاهدین انجام دادن و یک قشر سرمایه‌دار لاوبالی مافیایی را به وجود آوردن که یک چالش بزرگ در مقابل نظام و تحولات دموکراتیک است. امی اقتصاد مواد مخدرم نقش لطف کنین امیرم توضیح بتین که طالبا، مجاهدین، مجموعی بنیادگراهای زیر نام اسلام سیاسی برای بدست آوردن چنین اقتصاد بزرگ که پشتیبانی عمیق جنگ است چی نقش دارن؟ لطف کنین زنده باشین. باز بحثتان پیش بره. بله بله این اقتصاد جرمی، اقتصاد این نقش بزرگ فعلا در اقتصاد افغانستان داره، نه تنها برای عواید مردم بلکه برای عواید طالبا هم این نقش بزرگ داره. برای مثال، طور مثال عواید تحریک طالبا در سال گذشته میلادی 1.5 میلیارد دلار بود از منابع افغانستان و این قسمت عمدهش از تولید و قاچاق مواد مخدر یک طرف و از جزیه و تکس بالای کاجیب بله دیگه طرف از فروش مواد غیر قانونی معدنی طرف دیگه این صورت میگیره که این همچنان در داخل افغانستان در این قاچاق مواد مخدر کشورهای غربی هم این سربازهای کشورهای غربی و افسرها از این نقش داشتن، سهم داشتن، در انتقال از این کمک کردن، هرگز برای بردن از این کار نکرد. در تمویل ما بسیار کسایی هستن که با استفاده از امی عواید قاچاق مواد مخدر و سرمایه های قارونی رسیدن در افغانستان، قارونی رسیدن و فعلا در دولت هم نقش دارن و نفوذ دارن. ما خب میگیم به این که ما چی در مقابل داریم، چی گونه نظام را میتونیم در افغانستان تطبیق کنیم. بله. ما از نواقص اقتصاد سوسیالیستی رو دیدیم، مشکلات رو دیدیم و بالاخره که سبب فروپاشی کشور اتحاد شوروی میشد این دیدیم، متوجه شدیم که دولت که چین دروازه های خود باز کرد به سرمایه خارجی، اقتصاد خود با تجارت بین‌المللی باز کرد و در نتیجه اقتصاد چین به سرعت رشد کرد، یک مدل تازه را به اصطلاح در مقابل مردم رو به انکشاف قرار داد که مدل چینایی فعلا گفتن. بله. اما این مدل یک مشکل عمده داره و اون موضوع ایست که سیستم یک حزبی دولتی برای بسیاری مردم در جهان امروز قابل قبول نیست، چون این سیستم یک حزبی از لحاظ اخلاقی مشروعیت نداره، از لحاظ حتی گفته میشه که متحجر میشه، جامد میباشه، از تکامل فکر جلوگیری میکنه و این در یک مرحله میرسه که جامعه در مقابل از قرار میگیره. اما در مقابل از اون که هستن کسایی که در دانشمندان چینایی که میگن خود حزب کمونیستی چین تغییر یافته، این حزب کمونیستی چینی نیست که ماو تسه‌تونگ ساخته، نه اون پالیسی ها را فعلا داره و نه با اون پالیسی ها علاقه‌مند است و تطبیق بله زمان اشتراکی ساختن تا به امروز که در روز آخر باز کرده به روز و
روی سرمایه جهانی این بسیار تفاوت کرده و حتی در سیستم های داخل حزبی خود تغییرات آورده، سن رهبری را محدود به 65 ساخته که نتان که قدرت در پیش دیده محدود تمرکز نکنه و ای افرادی که فعلا در پولیت بروستن یا اکثر از یا در تجربه عظیم در اداره مناطق مختلف دارن که هر مثلا ایالت 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون نفوس داشته، بنابراین تجربه عملی این رهبرهای سیاسی که فعلا در بویژوی سیاسی یا در حزب در کمیته مرکزی هستن و همین رئیس جمهوری فعلی را میگن که جینپینگ که این در چند ایالت کار میکرد که در زیر دست از این چند صد میلیون نفر ای داره و یا سیستم کار درون حزبی تغییر دادن و موضوع بازخواست و بازپرسی را بازجویی در این بسیار شدید وجود داره. به این خاطر این انتقاد میگن دیگه وارد نیست، اما خب ایش برای چین شاید خوب باشه، اما برای کشورهای دیگه که با توجه به اقتصاد چین مخصوصا بعد از اینکه ما همی سیاست های گلوبالایزیشن دیدیم یا جهانی شدن اقتصاد دیدیم که همی در باز شدن دروازه های تجارتی دنیا این دروازه راه ها را نشان داد، راه های که راه رشد سرمایه داریه که توسط به منافع مردم تطبیق شوه و از این فرصت امکانات سرمایه گذاری خصوصی خارجی در اقتصاد استفاده صورت میگیره، این کشورها را به رشد اقتصادی میرسن. هندوستان در وضعی خواهد باز کرد و امروز نتیجهش میبینه که اقتصاد هند امروز و زیربنای اقتصادی اجتماعی در هند با 30 سال پیش که من در هند بودم زمین تا آسمان فاصله دارد. من وقت در بمبئی درس میخوندم در سال 1982-84 میخواستم با خانم خود در کابل تلفنی گپ بزنم، من 2 هفته مسلسل میرفتم به مرکز شهر بمبئی، از این که شهر بمبئی که پیشرفته در هند وجود نداشت، میرفتم که کابل تلفن کنم و کابل تلفن نمیشد. مو تلفن ما در افغانستان بود بهتر بود از هند کرده، اما امروز هند در کمیونیکیشن در کامپیوتر یکی از کشورهای پیشرفته دنیا است. تمام شرکت های تجارتی استرالیا بزنس سنترشون در هند است یا در بنگلور است یا در بمبئی است یا دهلی است. شما تلفن میوردارین که همراه کمپانی تلسترا گپ بزنین که بنم چطور شد، یک آدم از کلکته جواب، یک آدم از بنگلور جد. خب ما منظور نیست که ما چگونه کشوری مثل هند، کشوری مثل مالیزیا، کشوری مثل ویتنام و خصوص ویتنام، اندونزیا، فلیپین یا تانستن با تغییراتی که در شیوه کار خود آوردن در اداره اقتصاد آوردن از این مزایای گلوبالیزیشن اقتصاد جهانی شدن اقتصاد استفاده کنن. و طور مثال یا امتیازات گمرکی دادن به شرکت ها و کمپانی های خارجی که سرمایه گذاری کنند در کشورهاشون. ما در افغانستان در پلان 7 سالی دوتان عرض کردم که این پلان من بیاله دارم کپیشه از این که تمام توجه به سرمایه گذاری دولتی در اقتصاد، توجه به سرمایه گذاری خصوصی بسیار کم بود، فقط یکی 2-3 پاراگراف در تمام کتاب پلان 7 سال راجع به رشد سکتور خصوصی نشته شده، در حالی که اقتصاد افغانستان اقتصاد خصوصی است. ما سکتور دولتی در افغانستان چقدر نقش داشت؟ بسیار کم، اما این تعلل بود، ما ندانستن بود، این ناآگاهی بود، ما این ایدئولوژی بود، این که ما در کشورهای مانند از الجزایر تا به عراق این رژیم های ملیگرا حکومت می کردن و در هندستان و این رژیم های ملیگرایی که بومیدیم مثلا در الجزایر سادات یا در مصر و ساد چیز اسد حافظ اسد در سوریه، صدام حسین در عراق، این کشورها همچنان در هندستان فامیل گاندی یا به اقتصاد رهبری شده دولتی اعتقاد داشت.
اقتصاد رهبری شده دولتی با خصوص اجازه نمیداد که صنایع سنگین، صنایع بزرگی مثلا ذوب آهن، خطوط آهن، مخابرات، خدمات بانکی یا در خدمت اقتصاد خصوصی قرار. دکتر سیب عزیز با معذرت یک تناقضی که مثلا نمیال چین پیشرفت را که سال 1970 تابال کرده چقدر این سطح زندگی مردم بلند برده، آیا اقتصاد از این کاملا سرمایه‌داری و به بازار آزاد تعلق داره و تکیه کرده، یا ایست که اقتصاد دولتی هم نقش بسیار بزرگ را برای آزادی کار و عرفه و زندگی و تولید برای سایر مشاغل برای انسان‌ها داده و حمایت و پشتیبانی میکنه اونا را بالاخره زیر همین نظام اقتصاد دولتی ای رشد شکوفا در چین بسیار به صورت پیش رفته؟ بله، در چین سرمایه‌داری دولتی است، نظام سرمایه‌داری دولتی، و این مونا که او چوکات فعالیت‌های تجارتی خصوصی را تنظیم میکنه، سیاست‌های گمرکی را تنظیم میکنه، سیاست‌های بندری را تنظیم میکنه، سیاست‌های یک بدیل عالی‌تر است نسبت به گذشته. بله، من منظورم ایست که اقتصاد چین فعلا اقتصاد در عمل اقتصاد خصوصی است، اقتصاد سرمایه‌داری است و تمام چیزی که تولید میشه شرکت های تولیدی سرمایه های خصوصی در این وجود داره و در کار است. در پهلویش سرمایه‌گذاری دولتی هم وجود داره در سکتورهایی که اقتصاد خصوصی نمیتونه فعالیت زیاد داشته باشه، با خصوص در قسمت مثلا تامین خدمات اجتماعی، صحت عامه، معارف، صنایع نظامی، مثلا این چیزا، تکنولوژی پیشرفته‌ای که در امور نظامی استفاده میشه، در این قسمت ها شرکت های دولتی نقش بزرگ دارن. اما در قسمت تجارت بین‌المللی شرکت های بزرگ تجارتی هند امروز در سطح آمازون یا قرار دارن مثلا علی بابا و دیگر این شرکت های هستن که در سطح جهانی هواوی رو میبینیم، دیگر میبینیم، این شرکت های هستن که در قسمت مخابراتی، در قسمت تکنولوژی، در قسمت ایا فعال هستن. اقتصاد چین اقتصاد است که از مزایای اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال، اقتصاد بورژوازی استفاده میکنه، اما از لحاظ سیاسی اقتصاد دولتی، سرمایه‌داری دولتی است. عرض من بود که کشورهای مثلا هند، ویتنام، مالیزیا، اندونزیا و حال بنگلادش، بنگلادش آیستا آیستا میره که یک قدرت بزرگ منطقه بشه. امروز هزاران هزار شرکت در بنگلادش خصوصی فعالیت داره، اقتصاد بنگلادش به سرعت رشد کنه میده، اقتصاد ویتنام برخواه. یا چی کردن؟ یا تمام موانعی را که در راه سرمایه گذاری خصوصی خارجی و داخلی موجود بود در اقتصاد از میان برداشتن، در گلوبالیزیشن آزاد گذاشتن که سرمایه گذاری کنند. در فرمان افغانی مثلا داوود خان گفته میشه که صنایع بزرگ ذوب آهن و راه‌های ترانسپورتی و خط آهن و مثلا چیزهای مختلف یا در اختیار دولت است، بانک‌ها در اختیار دولت است. در هندوستان در زمان تمام بانک‌ها دولتی بود، کم بانک‌های شخصی وجود داشت، اما چیز بود کم. یعنی یا سیستم امو چیزی که در مقابل سرمایه بزرگ مانع ایجاد میکرد اون را میان برداشتن تا بتونن سرمایه ها بیاید به کشور و بتونن مفاد خود خارج کنن از کشور. در زمان هندستان تا یک شرکت خارجی 51-49 نمیرفت در شراکت با یک شرکت هندی نمیتونست یک فابریکه در هند باز کنه، باید حتما 51% در اون سهمی در چین هم بخیل من بترسنه؟ چل بله سه؟ همه تو راست، در چین همه تو راست؟ نه، نه، آله نیست، آله هر که صد در صد میتونه شرکت بوئینگ که دمی جریان کرونا یک قسمت زیاد یک مؤسسات و شرکت ها را از چین کشیدن بر بنیاد بله کشیدن، اما باز هم چین اقدر بزرگ است، اقتصادش که او به هیچ معلوم نمیشه، اقدر عظیم است و او بسیاری شرکت هاست که 100% افتادشان است. مثلا شرکت آیفون، تمام
آیفون در چی ساخته میشه؟ شرکت بوئینگ طیارهای خود اونجا میسازه. از اون جمله بسیار کمپانی های امریکایی است که نامش هم امریکایی است، ولی در چین ساخته میشه، به امریکا میره.